هست محمد. سلام 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 آقا، شرم، خوبی؟ من از شما باید معذرت خواهی بکنم، شما از همه بیشتر با صبر منتظر موندی این همه مدت، من شرمنده که این نه همه بابا طول کشید. نه بابا، چرا فقط میخواستم بپرسم چجوری میتونی با مثلا مسلمان ها در باره بحث کنی و عصبی نشی؟ من خودم دارم میشنوم، واقعا از وقتی که دیگه گذاشتم کنار نمیتونم، واقعا بعضی موقع عصبی میشم یا حرفایی میزنن عصبی میشم. چجوریه جریانش؟ به ما هم یاد بده بتونیم صحبت کنیم. نه من جالبه برام، من نمیدونم چه کار کنم. اگر عصبی میشین خب این کار نکنین، من الان 15 سال داریم کار ادامه میدیم. من فکر کنم یه لذتی داره، من فکر کنم قائمم الان داره یه لذتی میبره، برای اینکه من ممکنه از صحبت کردن با کسایی که با ما اختلاف نظر دارن یه مقدار هیجانی میشه. اتفاقا من نمیدونم یه لذت خاصی داره، من اعصابم اصلا خورد نمیشه. من بیشتر ترجیح میدم با کسایی صحبت بکنم که باشون اختلاف نظر دارم. نمیدونم تو اعصابت خورد میشه محمد؟ من که خیلی واقعا نمیتونم گوش بدم، مثلا راهی پور اینا رو میای نقد میکنی، من اصلا نمیتونم 5 دقیقه میگذره میگم بابا چرت و پرت نگو، قطعش کنم، اصلا نمیتونم گوش بدم یا این چیزا رو. بعد یه چیز دیگه هم خواستم بگم، این که واقعا بده، خیلی زیادتر وقت میذاری برای مسلمان. فکر میکنم بحثایی که بین خدا ناباوران پیش میاد واقعا خوبه، خیلی فکر میکنم تازه خیلی هم بهتره، یعنی بیشتر کمک میکنه. تو این بحثا همش یه چالشه، یه چالش میشه، ای وری و حرف میزنه و هیچ نتیجه هم آخرش نیست. وقتی ما با هم صحبت میکنیم شاید به نتیجه های بهتری بتونیم برسیم عقاید خودمونو. پس وقت بیشتر نذار برای وقتی ما هم هستیم دیگه. وقت مساوی، چش وقت مساوی، مساوی باش، مساوی. یه سوال دیگه خواستم بپرسم، فکرم درگیر کرده بود در رابطه با، حالا خیلی سوال داشتم ولی دیگه دیر شده، دیگه باید برم. شرمنده، من واقعا معذرت. خواهش میکنم. نه بابا، من همون محمدم که ایمیل تو بهش دادی یا بهت پیام دادم، یادت میاد؟ اره اره آره. میخواستم در رابطه خودکشی ازت سوال بکنم، هم بحث ولبینگ و اخلاق و اینا اومد وسط، این خیلی ذهنم رو درگیر کرده. آیا خودکشی اخلاقیه یا غیر اخلاقیه به نظرتون؟ اگر به کس دیگه ضربه نزنی یا خانواده نداشته باشی. خب بستگی داره دیگه، بستگی داره. حق داشتن خودکشی رو اون اخلاقیه، خود خودکشی بستگی بده شخص داره. مثلا فرض مثلا کن که یکی مثلا برای مادر من که داشت به شدت از سرطان زجر میکشید و دوست من متاسفانه تو کانادا که مادر من با کلی زجر مرد، بعد از اینکه مادر من مرد خودکشی تو کانادا برای همچین شرایطی قانونی شد و من خیلی دوست داشتم که اون خودکشی خیلی مثلا با کمک دکتر و اینا میگن death with assisted suicide، یعنی خودکشی کمکی، خب خیلی پروفشنال. من خیلی دوست داشتم که این خودکشی قانونی میشد قبل از اینکه مادر من میمرد، چون مادر من خیلی دوست داشت زودتر میرفت که اینقدر زجر نمیکشید وقتی که این سر تو بیمارستان بود، خیلی زجر کشید. خیلی شرایط خاصی وجود داره که خودکشی به شدت اخلاقیه، بستگی به. ولی مثلا شما اگه فرض کنین که یه شرایط دیگه وجود داره که مثلا شما فرض کنین یه مادرید فقط یک با یک دختر که هیچ کسی دیگه نیست از این دختر نگهداری بکنه و اگه خودکشی بکنین دختر یتیم میشه و تنها میذارید میرید این دختر رو بدونی که هیچ، یعنی خب این خیلی، این خودکشی خیلی غیر اخلاقی میشه. بستگی داره، بستگی بشه. حق خودکشی باید قانونی بشه، ولی از نظر قانونی باید بشه، ولی از نظر اخلاقی بستگی داره. یعنی اگر ویل بینگ کس دیگه رو به خطر نندازه پس غیر اخلاقی نیست خودکشی. آره آره. خب البته ویل بینگ خودت هم باید در نظر بگیریم. خب خیلی از کسایی که خودکشی میکنن به خاطر محاسبه اشتباه قابلیت رشد زندگیشون و لذت هایی که میتونستن از زندگی ببرن اگه
شرایط زندگیشون رو بهتر بکنن. یعنی خیلی از موقع ها محاسبات اشتباهی شده از این که یه نفر چقدر قابلیت برای لذت و خوشحالی داره و این محاسبه اشتباه باعث خودکشی میشه. یعنی هر چقدر شما ناراحت باشین، خوشحالی که در آینده شما قابلیت اینو دارین بگیرین تمام هزینه، یعنی نمیارزه که شما اینو از خودتون بگیرین. یعنی اگه well-being خود شخص هم باید، نمیتونیم فقط well-being بقیه رو در نظر بگیریم. اگه شما به خودتون یه هزینه ای وارد بشین که هزینهش از لذتش بیشتر باشه، اونم غیر اخلاقی میشه. خیلی ممنون. البته کسی از آیندهش که خبر نداره، که نمیدونه آخر بهتر میتونه بشه یا نه، که آینده بهتر میتونه. آره، ولی حالا من اینو میخوام بگم، ولی میذارم کسی بهش بر نخوره، یک مقدار بسیاری همش نها. من نمیخوام محیط و شرایط بد اجتماعی رو دست کم بگیرم، خب اونا خیلی مهمه، ولی یک مقدار بسیاری از این که ما آیا خوشحال هستیم یا نیستیم به طرز فکر ما بستگی داره. یعنی خیلی ها، من نمیخوام بگم که مثلا، خب ببین، من فقرش مثالای استثنایی رو نمیگم، فقر شدید، بیماری بسیار بد، از دست دادن بچه، اینا انقدر اذیت و آزارش انقدر زیاده که با هیچ طرز فکری شما نمیتونین مثلا شرایطتون رو خوب بکنین. خب مثلا اگه فقر خیلی بزرگ، ولی به غیر از این شرایط بسیار بد، اکثر ما میتونیم با یک طرز فکر درست بسیار از زندگی لذت بیشتری ببریم. یعنی بدون تغییر شرایط محیط، فقط با یه طرز فکر بهتر. خب یعنی با نحوه بهتر از نگاه به زندگی میتونیم حتی با ثروت کم، با یک سری چیزهای بسیار محدود، یه لذت بسیار شدیدی از زندگی ببریم. و چون خیلی اینو نمیدونن و روشش هم بلد نیستن، ولی نیازی به تغییر آینده، یعنی ما اکثرمون برای اینکه خوشحال بشیم بیشتر رو خودمون باید کار بکنیم تا اینکه امیدوار باشیم آینده عوض بشه. مثل همیشه کامل و خوب. مرسی که هستی. ما همه دوستت داریم. انشالله همینجوری با خوب موفقیت ادامه بدی. ممنون. خدا نگهدار. مرسی. دوستت دارم. خدا حافظ. خدا حافظ.